سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من توبا زکی پور با برنامه با خبر امروز پنجشنبه 26 خرداد ماه 16 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. تجمع اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف ایران، فرهنگیان معترض با وجود فضای امنیتی و تهدید و سرکوب بار دیگر راهی خیابان شدند. تلاش نهادهای حکومتی برای توجیه وضع اقتصادی کشور، رئیس قوه قضاییه گفت گرانی در همه کشورها وجود دارد. کیهان نوشت مردم آمریکا و اروپا هم شرایط اسفناکی دارند. موج جدید تبلیغ و تقدیس رهبر جمهوری اسلامی، مشاور نظامی خامنه ای مدعی شفابخشی او شد. و دور تازه حمایت از اوکراین، رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا به کیف رفتند. آمریکا 1,200,000,000 دلار کمک نظامی و انسان دوستانه به اوکراین فرستاد. تجمع اعتراضی فرهنگیان ایران از صبح امروز در شهرهای مختلف کشور و با وجود فضای امنیتی و دور جدید تهدید و سرکوب فعالان صنفی معلمان آغاز شده است. در بعضی شهرها ماموران امنیتی و انتظامی به معلمان اجازه گرد همایی و تجمع مقابل اداره آموزش و پرورش را نداده اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب و بازداشت فعالان صنفی برای امروز فراخوان گرد همایی اعتراضی داده بود. بر مبنای گزارش‌ها، مأموران انتظامی و امنیتی در بعضی شهرها از جمله تهران، مشهد، اصفهان و بیجار با استقرار گسترده مقابل ادارات آموزش و پرورش از گردهمایی معلمان معترض جلوگیری کردند. فوات تجمع معلمان آموزش پرورش مشهد 26 خرداد پنجشنبه تجمع همکار فرهنگی جو شدید امنیتی از ساعت 8:09 اینجا جمع هستن تو ماشین هم پر سرباز بده معلم به پاقی برای رفع تبعیض معلم به پاقی برای رفع تبعیض برای رفع تبعیض تجمع اعتراضی معلمان 26 خرداد نیان پشت بچنه نوحوشه در کلوم حتت خیابان زوریش شلوغ. نهادهای امنیتی برای جلوگیری از تجمع اعتراضی فرهنگیان از دیروز دست کم 20 فعال صنفی معلمان را بازداشت کرده اند. عزیز قاسمزاده، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان هم امروز و پیش از تجمع اعتراضی معلمان در رشت بازداشت شد. نهادهای امنیتی شماری از معلمان را هم در نقاط مختلف کشور تهدید و احضار کرده اند. از همکارم نیکی محجوب پرسیدیم تجمع امروز در چه شهرهایی و در چه شرایطی برگزار شده و آیا فرهنگیان توانستند در همه شهرها گرد همایی برگزار کنند؟ ببین، در بیش از 30 شهر تجمع برگزار شده، ولی میشه گفتش که در یه تعدادی از شهرها همطور که گفتیم مثل اصفهان، بیجار، تهران، مشهد اصلا مانع تجمع شدن. در رشت تجمع رو با حضور ده ها مامور امنیتی گذاشتن برگزار بشه. تعدادی معلم‌ها رو بازداشت کردن از جمله آقای قاسم‌زاده
با پایان تجمع با گاز اشکاور به معلم‌ها حمله کردند و خب یه تعدادی بازداشت شدن که دست کم 5 معلم اینجور که گفته میشه در گیلان بازداشت هستند. در خرم‌آباد این تجمع برگزار شد، در کرمانشاه برگزار شد، در همینطور که داشتیم چهارمحال و بختیاری، در مریوان، در سقز. اتفاقی که افتاده اینه که در کردستان حجم برخوردها بسیار سنگین بوده. یعنی اگه بخوام یه آمار کلی بهت بدم، توی سقز 19 تا معلم رو بازداشت کردن، در دیواندره 5 معلم بازداشتن، در شهر سنندج 4 معلم بازداشت شدن. اتفاقی که افتاده اینه که یک تجمعی برگزار شده که مطالباتش مشخصه، 18 تا معلم زندانی بودن. دیروز به محض اینکه حالا نزدیک شدن به این فراخوان، دست کم 25 معلم بازداشت شدن. در جریان تجمع تعدادی معلم رو بازداشت کردن و در یه سری شهرها مثلا اجازه برگزاری ندادن و حضور گسترده داشتن مامورای امنیت. نیکی محجوب همچنین از گزارش‌های درباره تهدید و بازداشت فعالان صنفی معلمان پیش از تجمع امروز برای ما گفت. ببین اتفاقی که افتاده، بعضی از معلما میگن که حتی بهشون پیامک زده شده که اگر در تجمع که به زعم آقایون غیر قانونی است شرکت کنید، اینم در نظر بگیریم که این تجمعها قانونی است، برای اینکه بر اساس قواعد و قوانینی که در جمهوری اسلامی هم وجود داره تجمع برگزار کردن قانونی است. در نتیجه پیامک گرفتن که معلما میگن این پیامک ها قاعدتا میتونسته از سمت وزارت اطلاعات باشه. اما یه نکته مهم وجود داره، اینه که یه تعدادی از معلم ها احضار شدن. احضارها یک جوری یک ارتباط بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، یعنی مشخص نیست که کدوم نهاد اینها رو خواسته. تعدادی از معلم های بازداشتی که ظرف 24 ساعت گذشته بازداشت شدن، از وضعیتشون اطلاعی در دست نیست و معلمانی که در تهران بازداشت هستن، یعنی آقای بوداغی، آقای حبیبی و اینها، رو از بند 209 روز گذشته به بند 240 اوین منتقل کردن. تمام این شواهد نشون میده که کلن داره برخوردها با معلمان برخوردهای امنیتی تری میشه، در حالی که مطالبات اونها مشخصه و فعالیت معلمان هم کاملا واضح و شفافه. توضیحات همکارم نیکی محجوب را می شنیدید. همزمان با تجمعات اعتراضی و سراسری معلمان ایران، بازنشستگان معترض هم در چند شهر کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد بازنشستگان معترض در رشت در خیابان راهپیمایی کردند. اعتراض به گرانی و تورم از شعارهای بازنشستگان بوده است. در همین رابطه ارزیابی تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این شرایط و اعتراض خیابانی گروه‌های اجتماعی مختلف را جویا شدیم. این معنیش اینه که مردم این سیاست‌ها رو نمی‌خوان. جمهوری اسلامی سیاست‌های تحمیل کرده. مثلا آقای باقری میگه ما تو برجام نمی‌خوام دیپلمات موفق باشیم. ما می‌خوام خط قرمزهای نظام رو رعایت کنیم. خط قرمز نظام خط قرمز مردم نیست. و چون خط قرمز مردم نیست، ما اینو باید نشان بدیم به نظام که خط قرمز تو برای خودته، خط قرمز ایران این نیست. خط قرمز ایران رفاه مردمش، ماندن ایرانه و نشکستن ایرانه. خط قرمز نظام شده ماندن خودش به هر قیمت. خب اینجا یه تقابل درست شده. اعتراضات صنفی در ایران خود به خود معنی سیاسی هم پیدا میکنه، ولی باید گروه سیاسی بدن بار سیاسیش به اعتراض صنفی تحمیل نکنه و باید جای دیگری شروع کرد. به نظر من یک مرحله که باید دو جریان سیاسی فکر کنن چگونه میتوانن این حرکت های با لیدر سمتی ببرن که حکومت جمهوری اسلامی تو سیاستاش متوقف کنن. و این یه فرصت بیشتری میکلبه که باید اینجا نمیدونم من توضیح بدم. و ما یه قدم جلو رفتیم، یعنی آمدیم تو خیابان و حکومت نمیخواد شما تو خیابان حضور داشته باشی. پس باید همه معترضین به شکل بیان تو خیابان، حالا به هر شکلی که میتوانن با هزینه کمتر، و بعد اینه برد در فضای مجازی بدن و در فضای مجازی دوباره این بیاد توی خیابان. ما به این تعامل ها نیاز داریم. من خیابان غلطه، معلم ها الان تحت فشارن، میتوانن تاکتیک های دیگه اتخاذ کنن. جمهوری اسلامی باید تحت فشار شدید قرار بگیره که متوقف بشه یکی سیاست هاش که در مقابل مردم قرار گرفته. خط قرمز نظام خط قرمز ایران نیست. اول خط قرمز ایران باید حفظ بشه. ببینید این اعتراض ها اساسا شکل سیاسی و معنی نداره، ولی خود به خود به سیاست نزدیک، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با سیاست هاش این فشار اقتصادی رو به مردم آورده.
توضیحات تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس را می شنیدید. همزمان با موج جدید گرانی‌ها در ایران و افزایش نارضایتی و مشکلات معیشتی برای مردم، مقام‌ها و نهادهای حکومتی دور تازه‌ای از تلاش برای توجیه این وضع را آغاز کرده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هرچند وجود گرانی در کشور را پذیرفته، اما گفته گرانی مختص ایران نیست و تمامی کشورها با آن مواجه هستند. محسنی اژه‌ای اضافه کرده هیچگاه مانند امروز برای رفع مشکلات معیشتی شهروندان تلاش نشده. همزمان با رئیس قوه قضاییه، روزنامه کیهان هم که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، به توجیه گرانی و مشکلات اقتصادی پرداخت و نوشت این فقط مردم ایران نیستند که با مشکلات معیشتی درگیرند، بلکه همه مردم جهان و از جمله شهروندان آمریکایی و اروپایی هم در شرایط بغرنج و اسفناک و غیر قابل تحمل زندگی می کنند. از فریدون خاوند، اقتصاددان، پرسیدیم چقدر گرانی و وضع اقتصادی ایران مشابه کشورهای اروپایی است؟ ببینید خانم، من در این زمینه یادم افتاد به اون اصطلاحی که در ایران مردم به زبان عربی هم استفاده میکنن، قیاس مع الفارق، و به فرهنگ ده خدا مراجعه کردم، دیدم میگن مقایسه دو چیز بدون علت، بدون مناسبت و بدون اشتراک. مقایسه بحران و مشکلات عظیم اقتصادی در ایران با آنچه که در حال حاضر ما در کشورهای پیشرفته شاهد اون هستیم واقعا قیاس مع الفارقه. آقای اژه‌ای مثلا به مسئله تورم اشاره کرده و گفته هم در ایران تورم است هم در کشورهای پیشرفته، ولی فراموش کرده بگه که در کشورهای در اتحادیه اروپا مثلا از حدود 38 سال پیش، نزدیک به 40 سال پیش، تورم زیر 3 یا 2% نوسان می‌کرد. در حال حاضر هم به دلیل بحران اوکراین و همینطور پیامدهای کرونا حدود 8%، بین 8% ایران و اونطوری که آمار رسمی در ایران میگن نرخ تورم بالای 40% فاصله ای است. مثل اینکه شما به یک بیمار سرطانی بگیم قصه نخور، بقیه هم سرماخوردگی دارن. بنابراین در این زمینه به نظر من این نوع مقایسه ها کاملا بیجاست، به خصوص از این لحاظ که همونطور که عرض کردم کشورهای دارای اقتصاد عادی مثل کشورهای پیشرفته و یا قدرت‌های نوظهور بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال از بحران خارج میشن، در حالی که وضعیت در ایران دست کم حدود 14 است و یا بیشتر که به همین صورت ادامه داره و روز به روز دشواری‌ها و مشکلات هم بیشتر میشه و هیچ چشم‌اندازی هم برای خروج از این بحران دیده نمیشه. توضیحات فریدون خاوند، اقتصاددان از یونان را می شنیدید. چند خبر کوتاه در ادامه. علی قلحکی، روزنامه‌نگار اصولگرا و برخی فعالان رسانه‌ای و گردانندگان بعضی کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران بازداشت شدند. کانال تلگرامی سپاه پاسداران نوشته سازمان اطلاعات سپاه ادمین‌های کانال‌های نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس را دستگیر کرده است. مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران این فعالان رسانه‌ای را بازداشت کردند. جواد اوجی، وزیر نفت ایران، گزارش داد تهران طلب 1,600,000,000 دلاری خود بابت صادرات گاز به عراق در سالهای گذشته را دریافت کرده است. شرکت گاز ایران پیشتر مبلغ طلب گازی ایران از عراق را 6 میلیارد دلار اعلام کرده بود که بخشی از آن با واردات کالا تسویه شده است. ایران در ماهای گذشته چند بار جریان گاز و برق به عراق را قطع کرد یا کاهش داد. نعمت احمدی، وکیل دادگستری و استاد حقوق، از اخراج خود از دانشگاه آزاد اسلامی خبر داده. نعمت احمدی به روزنامه شرق گفته حکم اخراج او را معاون امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز امضا کرده. احمدی پیشتر در دادگاه جرایم سیاسی به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه حبس محکوم شده بود. این حکم بعدتر به 5,000,000 تومان جزای نقدی تبدیل شد. دور جدیدی از تبلیغ و تقدیس رهبر جمهوری اسلامی در ایران آغاز شده است. یحیی رحیم صفوی، دستیار نظامی و مشاور عالی علی خامنه‌ای، در یکی از کلاس‌های نظامی و دوره‌های عالی آموزشی برای فرماندهان ارتش، مدعی شفابخشی خامنه‌ای شده است. رحیم صفوی مدعی شده خامنه‌ای به یک قندان قند آیه خوانده و فوت کرده و نوه بیمارش با خوردن قندهای آن سلامت خود را بازیافته است.
است. من نماز خدمت آقا بودم، دیده بودم که قند میزنه، آقا دعا میخوره، منم یه قندونه قند گرفتم تو آبدارخونه. بعد از نماز بردم خدمت آقا، گفتم حضرت آقا من اولین نوه‌ام، گرگان گرفته. این دکترها نمیفهم، میخوان خونش هم. من از شما خواهش کنم یه دعایی بخون. آقا قندونه قند جلوشون گرفتن، شروع کردن فقط آیات قرآن میخوندن، آیات قرآن خوندن، چیکار کردن؟ فوت کردن. جلوی اون جمعی که تو نماز بودن، فقط سیشن دیدید اون پای نماز بود، جلوی اون جمع آقا اول خودشون یکی از قندارش کار کردن تو دهن خودشون گذاشتن. آقا این 40-50 نفر ریختن سر ما، اکثر قندار از ما گرفت. ما چند تا قند بردیم خونه، دو تاشو به دخترم، یکیشم ریخت توی این چیزا رو داد به بچه خورد. دو سه روز گذشت، این بچه که تا شیشمش هم زرد شده بود کم شد این رنگش. صدای یحیی رحیم صفوی، دستیار نظامی و مشاور عالی علی خامنه ای را می شنیدید. در همین راستا به تازگی در برنامه‌ای که از شبکه تلویزیونی افق پخش شده نیز کارشناس این شبکه مدعی شد علی خامنه ای چند سال در کانتینر زندگی کرده است. یا آقای ابراهیمی نامی که خب یه مقطعی هم خدمت حضرت آقا بود، میگفت که ما وقتی رفتیم خدمت آقا، خویشون منزلی که داشتن یه منزل دولتی بود که من ریاست جمهوری بود، چون جایی نداشتن برای رهبری. میگفتن که میخواستن ساختمون درست کنن برای ایشون، یعنی خونه درست کنن. آقا مخالفت کرده بود و میگفت ایشون 3-4 سال تو کانتینر زندگی کردن اول رهبریشون. 3-4 سال، یعنی این آقای بچه های محافظ میگفتن ما خودمون کتاب ها رو از اون منزلی که ایشون رئیس جمهور بود، که دولتی هم بود، مال آقا نبود، دولت بهش داده بود، کتاب ها رو آوردیم تو کانتینر گذاشتیم، حتی موکت کردیم، خود ما این کارا رو انجام دادیم. ادعای کارشناس شبکه افق را میشنیدید مبنی بر زندگی علی خامنه ای در کانتینر. از همکارم مرتضی کاظمیان درباره این ویدیوهای منتشر شده و ادعای مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ادعای کارشناس شبکه افق پرسیدیم. این چیزی که ما الان شاهدشیم، یعنی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی داره در یک دوره آموزشی عالی نظامی، دوره دافوس، که افسران ارشد در اون شرکت میکنن و برای اینکه اینا مدیریت بالاتری رو بگیرن این دوره رو باید طی کنن در سلسله بر به نیروهای نظامی ایران. حالا این مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی داره این ادعا رو مطرح میکنه که آقای خامنه ای قندان قند رو گرفته، دعایی خونده، آیاتی خونده، فوت کرده، نوه اون این قند رو برداشته، در واقع به نوه بیمار شدن و معالجه شده. و فراموش نکنیم این فیلم به گونه ای تصویر برداری شده که کاملا به شکل کانالیزه از طریق نهادهای حاکمیتی درس پیدا کرده به عرصه عمومی. یعنی یک فیلم مخفی یا پنهان نیستش، یک نمایشی است، یک شویی که کاملا ترتیب داده شده که آقای رحیم صفوی فرمانده اسبق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی این اومده این روایت رو مطرح کرده، فیلم درس پیدا کرده، منتشر شده در صحنه علنی. خب این عمق وابستگی حاکمیت سیاسی به شخص اول نظام رو داره نشون میده و همزمان اینکه چطور داره تقدیس سازی میشه، تبلیغ میشه برای آقای خامنه ای. تبلیغ و تقدیسی که البته جدید نیست، روایات متعددی در همه این سالها از طرف وابستگان ایشون ابلاغ شده. یعنی تمام ادعاهایی که منصوبانش، وابستگانش در تریبون‌های عمومی مطرح کردن، تبلیغ کردن، مقدس سازی کردن، اینها رو رد نکرده، بلکه خودش دامن زده بهش آقای خامنه ای. یعنی فاصله واقعیت با این روایت تلویزیون تا این اندازه فاحش و دروغ هستش و این دروغگویی‌ها پیرامون ساده زیستی آقای خامنه ای ادامه داره. و اشاره کنم حتی اگر آقای خامنه ای در ظاهر تبلیغ ساده زیستی میکنه، واقعیت اینه که رهبری ایشون و نحوه مدیریتش میلیاردها دلار در سال به مردم ایران، به ایران داره لطمه میزنه و از جمله همین سیاست آمریکا ستیزیش و پروژه های اتمی، موشکی و منطقه ایش میلیارد 2000 میلیارد دلار مطابق برآورد کارشناسان مستقل در این سالها خسارت زده به ایران. و این حکمرانی هر چند اگر رهبرش در ظاهر ساده زیست باشه، داره تداومش به زیان مردم ایران و منافع ملی ایران تموم میشه. توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان را میشنیدید.
دور جدیدی از حمایت از اوکراین آغاز شده است. رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا به کیف پایتخت اوکراین سفر کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا به کیف رفتند. همزمان با این سفر، مقام‌های اوکراینی از کشورهای غربی خواستند تا تسلیحات بیشتر و پیشرفته‌تری به این کشور ارسال کنند. یانس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در دومین روز از نشست وزرای دفاع این سازمان در بروکسل بر ادامه حمایت همه جانبه اعضای ناتو از اوکراین تأکید کرد. وزرای دفاع ناتو راه‌های تقویت توان دفاعی و نیز کمک‌های بیشتر به اوکراین را بررسی می‌کنند. همزمان آمریکا 1,200,000,000 دلار کمک نظامی و انسان دوستانه دیگر به اوکراین فرستاد. خبرهای دومین روز نشست وزرای دفاع ناتو را از همکارم مصدق پارسا بشنویم. در دومین روز نشست وزرای دفاع ناتو، در کنار این که بسته جامع کمک‌ها به اوکراین مورد گفتگو قرار می‌گیرد و این را آقای ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم بهش تأکید کرد، با سپاسگزاری از کمکی که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده، گفت که ناتو متعهد هست که کمک‌های فراوانی را به اوکراین ارائه خواهد کرد و این آخرین بسته کمکی به اوکراین نخواهد بود. چنانچه دیروز هم آقای استولتنبرگ گفت که این نیاز و این فوریت در ناتو درک میشه که اوکراین باید به تسلیحات سبک و سنگین دسترسی داشته باشه. و در نشستی که برگزار میشه، در کنار مسئله کمک به اوکراین، مسائل دیگری را هم ناتو دنبال میکنه، از جمله مسئله تلاش ناتو برای اینکه در دراز مدت بتونه امنیت محکم‌تر داشته باشه و این پیمان تقویت بشه با پیوستن اعضای جدید که فنلاند و سوئد جزء نامزدانی هستند که پیوستن درخواست دادن و حالا برای پیوستنشان نیاز هست تا نگرانی های ترکیه که ناتو اونا رو مشروع میدانه هم حل بشه. همزمان با اینکه مذاکرات چهار جانبه هم جریان داره بین فنلاند، سوئد، ترکیه و ناتو، در کنارش اینکه چگونه ناتو میتونه با از تکنولوژی های جدید استفاده کنه، از نوآوری های جدید استفاده کنه برای اینکه به گفته ینس استولتنبرگ در دنیای خطرناکتر آماده پذیرش تهدیدهای بیشتر و مقابله با این تهدیدها باشه. و همین منظور برخی از کشورهای ناتو هزینه‌های بیشتری را گذاشتن برای نو کردن سیستم‌های دفاعیشان، اما ناتو کماکان میگه که باید توافق صورت بگیره روی سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه دفاعی بر کشورهای عضو و همچنان سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه تقویت ناتو. توضیحات همکارم مصدق پارسا درباره دومین روز نشست وزرای دفاع ناتو از بروکسل را میشنیدید. همزمان با نشست وزرای دفاع ناتو، شاهد دیدار رهبران سه کشور اروپایی در کیف هستیم. در ادامه از همکارم بردیا افشین پرسیدیم این دیدار چه اهمیتی دارد. دیداری تاریخی، یک نمایش حمایت همه جانبه از سه قدرت بزرگ اروپایی از اوکراین، و این برای اوکراینی هایی که همواره از روز اول خواستند که حمایت حامیان غربیشون رو داشته باشند، این میتونه جالب توجه باشه. الان اون سه رو میبینیم که به حومه کیف رفتن و به آثار نفوذ ارتش روسیه در اطراف این پایتخت که در حتی در آستانه فروپاشی این پایتخت برده بودن، اونها رو دارن ملاحظه میکنن. اما اونها احتمالاً بر سر پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا صحبت خواهند کرد. میدونیم که فردا اتحادیه اروپا تصمیم خواهد گرفت مبنی بر این که آیا نامزدی اوکراین رو در اتحادیه اروپا خواهد پذیرفت یا خیر، و این بر دستور کار این سه در ملاقاتشون با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهد بود. اما اینکه آیا چیز بزرگتری اونها اعلام کنند خیلی انتظار نمیره. اما همینجاش هم خیلی مهمه، باید گفت از روز اول اگر ما شاهد این بودیم که حامیان غربی اوکراین یک صدا با هم حمایت کردن از اوکراین، اما این سه مورد انتقاد اوکراین بودند. مثلا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به خاطر اون چیزی که اوکراینی ها حمایت مبهم خوندند زیر انتقادات اوکراینی ها بوده، از سوی دیگه اولاف شولتز صدر اعظم آلمان بسیار بسیار از سوی اوکراینی ها مورد انتقاد بوده، چرا که اونها میگن که اولاف شولتز به خاطر عواقب نگران است از عواقب حمایت هاش از اوکراین، به خاطر اینکه نکنه رابطه
رابطهش با مسکو به هم بخوره. با این حال و میگن که اون چیزی که صدر اعظم آلمان گفته همواره در حد حرف باقی مونده. و ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا، او هم جالبه که او هم قائل بر این که این سه صحبت کنن با ولادیمیر پوتین و برای پیدا کردن راه دیپلماتیک، چیزی که به مزاق اوکراین خوش نمیاد، حتی به مزاق اعضای شرقی عضو اتحادیه اروپا هم خوش نمیاد، چون اونها میگن که آیا شما مثلا در چنین شرایطی میتونستین با کسی چون آدولف هیتلر صحبت کنین؟ حرف کسی چون دوداست، رئیس جمهور لهستان. توضیحات همکارم بردیا افشین از کیف را میشنیدید. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده آنکارا به تهران پیام داده که اجازه نخواهد داد خاک ترکیه را به محلی برای عملیات خود علیه اسرائیل مبدل کند. بر مبنای این گزارش، ترکیه همچنین از اسرائیل خواسته هشدار سفر به ترکیه را برای شهروندان خود متوقف کند. این در حالی است که سفر شهروندان اسرائیلی به ترکیه ادامه دارد و ظرفیت 90% پروازها تکمیل است. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم بابک اسحاقی بشنویم. نه تنها همچنان ادامه داره، بلکه به نظر میاد که شهروندان اسرائیلی آنچنان به اخطارها و هشدارهای مقامات امنیتی و حتی وزیر خارجه اسرائیل که به طور مستقیم دیروز و پریروز جلوی تلویزیون آمد و گفت که گروهایی از ماموران جمهوری اسلامی در استانبول در حال گردش برای حمله به شهروندان اسرائیلی هستند، محلی نکردند و تمامی پروازها تقریبا در حال انجام شدن هست. پروازهای استانبول اینجا، باز استانبول، آناتالیا، ازمیر در اینجا، همه پروازها همچنان ادامه داره و شهروندان اسرائیلی تعطیلات خودشون را به ترکیه ادامه میدن. آنکارا دیروز از یک بیانیه شدید و لحنی نسبت به جمهوری اسلامی ایران بیرون داد و در اون نوشت که او اجازه نخواهد داد که خاک ترکیه محل عملیات جمهوری اسلامی ایران برای حمله به شهروندان اسرائیلی باشه. در همان حال از اسرائیل هم خواست که هشدارهای خودش را متوقف بکنه و به شهروندان خودش اجازه بده که به ترکیه بیان. ترکیه در حال حاضر در وضعیت نابسامان اقتصادی به سر میبره و توریست هایی که از اسرائیل به اونجا میرن برای اون بسیار مهم هست. همچنین یکی از روحانیون یهودی بزرگ در استانبول امروز در بیانیه‌ای درخواست کرد که اسرائیلی ها برای گردش همچنان به ترکیه بیان. ما امروز با چند تن از مسافران اسرائیلی که به ترکیه میرن مصاحبه کردیم که اون را میشنویم. من اصلا نمیترسم. قبل از پرواز در شبکه‌های اجتماعی هشدارها رو دنبال کردم و کسانی که از ترکیه برگشتن گفتن که اونجا همه چی خوب و آرومه. پس من دیگه ترسی ندارم. من بلیطمو 3 ماه پیش خریدم و امکان نداشت اونو باطل کنم و اگرم میتونستم این کارو نمی‌کردم. من با قلبی آروم به این سفر میرم و هر چی قراره اتفاق بیفته دیگه دست خداست. من سالهاست که به ترکیه سفر میکنم و این بار هم به آنتالیا میروم. ترسی هم ندارم. باور کنید. در اسرائیل هم خطر کم نیست. توضیحات همکارم بابک اسحاقی از فرودگاه بن گوریون در تل آویو را میشنیدید و گفتگوهایی که با چند شهروند اسرائیلی داشت. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.